عرض سلام و احترام خدمت همکاران برتراشم با کنفرانس خبری بعد از بازی ملعب فولاد خدمتون هستیم. ابتدا آقای تارتار صحبت خودشون در رابطه با بازی بیان میکنن، بعد خدمت شما هستیم با سوالاتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم در خدمتون هستم و بابت این بود به همه شما هم تبریک میگم. واقعا همه همسو همدل، همه برای موفقیت ملوان داریم تلاش میکنیم، هم شما هم ما هم کادر بازیکن‌ها و از همه مهمتر هوادارامون. من این بورد رو تقدیم میکنم به هوادارای خانم و آقا که واقعا امروز سنگ تموم گذاشتن، تا پایان بازی ما رو حمایت کردن. ما در اصل با اخراج بازیکن حریف با دو تا یار اضافه داشتیم بازی میکردیم و محصلش همین نتیجه خوب شد. باید تشکر بکنم از بازیکنها که بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن و مهمتر از همه این که ما گلی رو دریافت نکردیم و تونستیم دروازه‌مون رو بسته نگه داریم و البته اتفاقات بازی هم به نفع ما رقم خورد. اگر تو نیمه اول بازیکن حریف اخراج نمی‌شد، شاید ما نمیتونستیم به این راحتی این نتیجه رو به دست بیاریم. کار خیلی سخت می‌شد. اونا تیم با کیفیتی هستن و بازیکن‌های بسیار با کیفیتی دارن و برای قهرمانی و کسب سهمیه بسته شدن. اخراج بازیکن حریف کار ما رو خیلی راحت تر کرد. اگر توی ضربات آخر بیشتر دقت می‌کردیم، میتونستیم نتیجه‌ای به مراتب بهتر از این نتیجه رو به دست بیاریم. خدا رو شکر می‌کنم تو هفته سوم تونستیم برنده بازی باشیم و تو هفته اول و دوم بازی خوبی رو انجام دادیم، ولی تو نتیجه گیری خوب عمل نکردیم. امروز تونستیم هم خوب بازی کنیم و هم خوب نتیجه بگیریم. آقای تارتار خسته نباشید. تبریک باهات پیروزی خوبتون و چیزی که جلوه خاصی دادین روز استادیوم انزلی ورود بانوا بودن که شما اشاره فرمودین. هفته گذشته بعد از بازی با استقلال گفتیم که ملوان به روزهای خوب خودش برمیگرده. با این پیروزی خوب چقدر اون پازل‌های تاکتیکی مهدی تاتار داره کم کم به سرانجام میرسه؟ ببینید، ما اول از همه باید زمینمون رو درست کنیم. شما دیدید که ما بازیکنایی داریم که روی زمین خوب بازی میکنن. حتی تو این زمین خرابم ما واقعا کارهای تاکتیکی خوبی انجام دادیم. ولی انتظار دارم از مسئولین، از باشگاه، تا بعد از تعطیلات که اولین بازیمون هست توی خونه، زمین ما شرایطش خیلی بهتر از این باشه. اگر زمین خوب نباشه، جلو تیم‌های دونده و جنگنده به مشکل می‌خوریم. ما باید زمین هموار داشته باشیم که بتونیم تاکتیکایی که مد نظره انجام بدیم و خیلی کار داریم. ما واقعا حالا خیلی کار داریم تا به اون تیمی که مد نظر ما هست برسیم. بعد از تاریخ نقل و انتقالات که به پایان میرسه، دو یا سه بازیکن خیلی خوبم به جمع ما اضافه میشن و اونا کمک میکنن که بتونیم تفکراتمون رو تو این تیم بهتر جا بندازیم. ولی خب خدا رو شکر تو روزی که خوب بودیم تونستیم سه امتیاز با ارزش بگیریم و شرایط خودمون رو تو جدول بهتر. بچه سوال نداریم؟ خوب بودیم دیگه سوال نداره. همه خوب، همه چی خوب بود. آقای تاتار، حضور بانوان چقدر تاثیر گذار؟ واقعا تاثیر گذار بود. شور و شعف خاصی به ورزشگاه داده بودن و باعث روحیه بالای بازیکنان هر دو تا تیم شده بودن. واقعا امیدوارم تمامی ورزشگاه ها شرایطشون به گونه ای بشه که هواداران خانوم هم به ورزشگاه بیان و بانوان باعث میشن که البته هوادارهای ما واقعا با فرهنگ هم توی انزلی، ولی توی ورزشگاه حضور بانوان باعث میشه که اون زشتی های فوتبال کمتر بشه و اون احترامی که به همدیگه میذارن باعث میشه تنش ها کمتر بشه. آقای تاتار، با شرایطی که الان امروز تیم داشت، این تعطیلی برای بازی تیم ملی به نفع تیم یا به ضرر؟ خیلی به نفع ماست. من خیلی خوشحالم که تونستیم قبل از تعطیلات امتیاز بگیریم. من یه مقدار نگران بودم چون قرعه سختی به ما خورده بود و خدا رو شکر تونستیم امروز برنده باشیم. سعی میکنیم توی سیرجان هم
بازی خوبی رو انجام بدیم و با دست پر برگردیم، آماده بشیم برای بعد از تعطیلات تیم بهتر و روانه مسابقه. متشکرم. آقای مهندسانی، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما خبرنگاران عزیز، دوستان محترمم در شهر بندر انزلی در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی فولاد و ملوان بندر انزلی هستیم. ابتدا آقای محمد قرمگاه مربی محترم تیم فوتبال فولاد صحبت‌های مقدماتیشون در خصوص بازی رو انجام میدن، سپس وزیرای سوالات فنی و در حوزه بازی شما دوستان عزیز هم خواهیم بود. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که اولین چیزی که باید بگم تبریک میگم به تیم خوب ملوان و آقای مهدی تاتار و کادر فنیش، و دومین چیزی که باید بگم فقط میتونم بگم که عذرخواهی میکنم از تماشاچیای فولاد. ما سه تا شرط خیلی بدی رو داشتیم و نتونستیم نتیجه دلخواه تیم فولاد و تماشاچیامونو بگیریم. امیدوارم که بتونیم شرط جوری رقم بزنیم که کمک کنیم به همدیگه و شرط فولاد رو از این شرط در بیاریم. درباره بازی خدمتتون عرض کنم که همونجوری که همه دوستان دیدین، انقدر از نظر فشار روانی تیم دو سه هفته روی بازیکنهای ما و روی تیم ما هست که اشتباهات فردی هم بازی قبلیمون همین بازی کمر تیم رو شکوند. ما از بازی خوب ملوان نمیخوایم عبور کنیم، ولی خب همونجور که شما دیدین ما دو تا اشتباه فردی، دو تا گل تقدیم و رو گل رو پنالتی هم یه مقداری کوچولو من فکر میکنم که اگر ببینیم فکر میکنم که یه مقداری شرط سخت شد برای ما، میتونست پنالتی نباشه و ما دو تا بازی متاسفانه از دقیقه 30 ده نفره میشیم، یه بازیکن از دست میدیم و با اون شرط سختی که داریم و خیلی تلاش کردیم تو این یه هفته که بتونیم بچه ها رو از نظر روحی روانی بتونیم بیاریم نزدیک کنیم به اون چیزی که مد نظر اون بود، ولی خب همونجوری که دیدین انقدر فشار حجم بالا بود بچه های ما اشتباهات فردی پشت سر هم دیگه متاسفانه انجام دادن که کاپیتان ما بازیکنت با تجربه ما اخراج میشه تو این بازی، که من فکر میکنم که اینا همه بر اثر شرط فشارهایی که تو این دو سه هفته به ما اومده و روی بچه های ما تأثیر خیلی زیادی گذاشته. امیدوارم که بتونیم شرطو برگردونیم، بتونیم به اون چیزی که مد نظر تماشاچیامون و باشگاه و هیئت مدیرمون هست بتونیم که دوباره به اون شرط خوب برسیم. در خدمتتون. سوالی نیست دوستان. آقای قرمگاه، با توجه به شرایطی که خودتون گفتین، آیا به نظرتون مدیران فولاد این اجازه رو به کادر فنی میدن که در مسند کار باشن، یا کیسای دیگه هم معرفی شده بود توی فضای رسانه‌ای خونده بود، این نظر خودتون؟ من فکر میکنم که من به عنوان کادر فنی نباید جواب بدم به این سوال. شما از هیئت مدیرمون بکنید یا مدیر عامل عزیزمون الان اینجا هست بکنید، فکر میکنم جوابتون رو بتونید بگیرید. سوال دیگه این ما کارمون خاصن مسئولیت اخراج آقای منصوری چی؟ علی آقا یه صحبتی رو که برگشت به ما بابت خطایی که اتفاق افتاد کنار زمین به ما کرد و کمک داور داور چهارم متاسفانه یه ذره حالا من فکر میکنم اشتباه شنید یا چجوری شد به داور رو صدا کرد که این صحبتی رو که علی آقا با ما کرد، اومد کمک داور به آقای داور گفت که اخطار دوم، که من رو اخطار اول علی آقا هم یه مقداری چیز صحبت دارم به خاطری که وقتی ما عقب هستیم و یه حیوانی که میاد توی زمین، علی آقا رفت رو حیوان بیاره، برای چی باید اخطار بگیره؟ حالا نمیدونم ما علی آقا رب کمک بکنه که ما از اون تایمی که داریم بتونیم استفاده بکنیم، زودتر بتونه اون بازی رو دوباره برگردونه به شرعه، چون هرچی به بازی وقفه میخورد خب به ضرر ما بود. علی آقا رب این کارو بکنه، کارت اولشو اونجوری بهش دادن، کارت دومم که اون اتفاق افتاد من فکر بکنم که یه مقداری تو این شرعه 300 میتونست کمک بکنه. تمنام کنم. چکرم. در خدمتتون.
ادامه میدید با فولادیا در مورد بازی باشه میگم مدیر عامل محترمون هم هست میتونید از مدیر عاملمون بپرسید بچا در مورد متشکرم مرسی آقا بفرمایید ممنون شما ممنون مرسی ممنون